نشست سازمان ملل متحد با اشتراک نمایندگان 25 کشور و سازمان بین المللی امروز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و قرار است برای فردا نیز ادامه داشته باشد. گفته می شود که نشست پشت درهای بسته برگزار شده است. سازمان ملل در خبرنامه گفته است که هدف از برگزاری نشست تقویت مشارکت کشورها در مورد موضوعات کلیدی مانند حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر می باشد. پیش از این سازمان ملل در بیانیه گفته بود که این نشست برای دستیابی به یک تفاهم مشترک در جامعه بین المللی در مورد چگونگی تعامل با امارت اسلامی انجام می شود. گفتنی است که در این نشست از امارت اسلامی دعوت نشده است. حالا در این نشست چه تصامیمی در مورد افغانستان گرفته خواهد شد؟ بحث امشب زاویه است. سلام بر شما، به زاویه امشب خوش آمدید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث آقای حکیم جویا، فعال سیاسی از طریق خط اسکایپ در برنامه وصل هستند، و همینطور آقای محمد باقر محسنی، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در استودیو حضور دارند. مهمانان در بحث خوش آمدید. آقای محسنی، بحث با شما آغاز میکنیم. نشست سازمان ملل در مورد افغانستان امروز در دوحه برگزار شد. این نشست را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ با عرض سلام درود خدمت شما و همکاران بخش تکنیک شما و تمام بینندگان تلویزیون، خصوصا برنامه زاویه. ببینید، در دو سال کنفرانس ها و جلسات مختلف در سطح منطقه و جهان از سوی کشورها و سازمان های بین المللی برگزار شد و این کنفرانس ها و این جلسات همه اینها یک سلسله خواست ها و پیشنهاد های خودشان را راجع به مسائل سیاسی افغانستان مطرح کردند. متاسفانه تا به امروز به یک نتیجه که مردم افغانستان و جامعه جهانی و نظام حاکم رسیده باشد نرسیده. متاسفانه من فکر میکنم که این جلسات تا حدودی برای حکومت افغانستان، امارت اسلامی، یک فرصت بسیار خوبی هست که از این جلسات استفاده خوب و مطلوب را راجع به سیاست افغانستان بنماید. اما آنچه که مهم هست، ما اگر مسائل سیاسی افغانستان را تحلیل کنیم، هم در بعد خارجی و هم در بعد داخلی، یک سلسله مشکلات و چالش ها و یک سلسله نیازهای هستند در افغانستان که اصلا اگر فشارهای جامعه جهانی و همچنین کشورهای دیگر نباشد، ما به اون موضوعات ضرورت داریم. از جمله یکی از پیامی که کنفرانس ها به افغانستان داره که خواهد داشت، بحث باز شدن مکاتب دخترانه هستند. ما اگر اصلا بحث سازمان های بین المللی، سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر نداشته باشیم، آیا در تعلیم و تحصیل زنان و دخترانی که در افغانستان هستند ضرورت نداریم؟ آیا ما اگر بخوایم از قافله توسعه و رشد انکشاف باز نمانیم، آیا ضرورت به تحصیل بانوان نداریم؟ آیا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ اجتماعی، آیا ما ضرورت به این موضوعات نداریم؟ همچنین بحث حکومت همشمول و حکومت فراگیر در افغانستان، ما قطع نظر از مسائل بیرونی و فشارهای سازمانهای بین المللی، جامعه جهانی در افغانستان، در یک جامعه که تکثر و پلورالیسم قومی و مذهبی و لسانی وجود داشته باشد، من فکر میکنم تشکیل حکومت همشمول به عنوان یک ضرورت اجتماعی و سیاسی در او جامعه هستند. بنابراین در افغانستان علارغم که ضرورت به یک تشکیل حکومت فراگیر و همشمول دارد، من فکر میکنم که یکی از اولویت های همه گروه ها و فعالین سیاسی و سیاسیون افغانستان در رأس که بازیگری اصلی افغانستان فعلا نظام حاکم هست، اجماع تمام گروه های سیاسی روی موضوعات که چگونه افغانستان را از این وضعیت نجات پیدا کنه و یک راه حل مناسب برای افغانستان پیدا کنه، این بسیار مهم هست. که ما به عنوان بسیار به صورت کوتاه میخواهیم اشاره کنم، یکی از موضوعاتی که افغانستان را میتواند از این وضعیت نجات پیدا کند، رفتن به سوی نظام سازی مبتنی بر عقلانیت سیاسی هستند که در عقلانیت
حقانیت سیاسی آزادی بیان تأمین هستند، مشارکت سیاسی تأمین هستند، بحث حاکمیت قانون مطرح هستند، توسعه و توزیع عادلانه قدرت، فرصت ها، همه اینها در یک نظام مبتنی بر عقلانیت سیاسی مطرح هستند. بنابر این برای رهایی افغانستان و نجات افغانستان من فکر میکنم که یگانه راه حل از این مشکلات فشار جامعه جهانی نیست، بلکه رفتن افغانها به سوی ساختن یک نظام مبتنی بر عقلانیت سیاسی هستند. خیلی تشکر آقای محسینی. در این نشست قرار است روی این مواردی که شما یاد کردین، حکومت فراگیر، تأمین حقوق زنان در افغانستان، تأمین حقوق بشر بحث شود. شما این نشست را در راستای تحقق بخشیدن این موارد در افغانستان چگونه میبینید؟ من فکر میکنم در این نشست چند چیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. بحث حقوق زنان از جمله تعلیم زنان یکی از مباحث هستند در اینجا بحث میشه. بحث حقوق بشر و همینطور تعامل یک پیدا کردن یک راهکاری که چگونه با نظام حاکم که امارت اسلامی هستن جامعه جهانی چگونه تعامل کنه، که این برمیگردد به اراده قوی جامعه جهانی و از طرف دیگر حکومتی که فعلا در افغانستان هستن امارت اسلامی، که آیا اینها حاضر می شوند دو طرف راجع به یکی از این در حقیقت یک انزوای در انزوای سیاسی یا به عبارت دیگر در یک تضاد سیاسی که قرار گرفتهن از این نجات به اصطلاح رای حل پیدا کنه. اینا مربوط میشه به امارت اسلامی و همچنین کنفرانسی که از سوی سازمان ملل متحد برگزار میشه. خیلی تشکر آقای محسنی. میایم به شما دوباره. آقای جویا، شما رو باز هم و برنامه خوش آمدید میگیم. ضمن ارزیابی این نشست از سوی شما، این نشست در دوحه برگزار شده، چرا در دوحه، چرا در کشورهای دیگه برگزار نشده، چرا در شهرهای دیگه برگزار نشد؟ خب سلام و احترام دارم خدمت شما، مهمان حاضر در بحث، همکاران تخنیک و بینندگان تلویزیون شما. پرسش خوبی است. خب به چند دلیل این نشست در دوحه برگزار شده. دلیل اول این است که دوحه یکی از بازیگران مهم در قضایای افغانستان بوده است و مسائل جنگ و صلح و آمدن طالبان و توافق دوحه در اونجا در واقع انعقاد شده. بنابراین و دوحه یکی از شریکای بسیار مهم و استراتژیک آمریکا و سازمان ملل متحد در منطقه است. بنابراین به دلیل انتخابش شاید همین دو چیز باشد. از سوی دیگر هم این کشور تلاش میکنه که با این اوضای نابسامانی که محصول توافق دوحه بود یک راه حل جدیدی را برای قضایای افغانستان میزبانی بکنه و اگر بتواند برای فردای افغانستان یک روزنی جدیدی را از دوحه آغاز بکنه. اولی سازمان ملل متحد بدیل اوضای استثنایی در افغانستان مهمترین نشست در مورد افغانستان در دوحه برگزار میکنند، که در این نشست از 25 کشور و نهادهای امدادرسان بین المللی دعوت شده، نمایندگانش در اینجا حضور پیدا میکنند و تمام تلاش کشورهایی که در اینجا حضور پیدا کرده و به شمول سازمان ملل متحد که به ریاست این جلسه را بر عهده داره این است که به یک توافق و یک رویکرد نظری واحدی در قبال مسائل افغانستان پیدا بکنه. چون شما میدانید که در رابطه با مسائل افغانستان، آمدن طالبان و نحو تعامل با طالبان، کشورهای منطقه با همدیگر اختلاف داره. یک تعداد از کشورها نمایندگان طالبان را در سفارت‌ها پذیرفته، تعامل نیمه رسمی با این گروه داره، یک تعداد کشورها نداره. بنابراین اینها روی موارد بحث خواهد کرد که چگونه می شود به یک اجماع نظری واحدی در قبال مسائل افغانستان برسه و چطور می شود به دولت فراگیر رسید، یعنی نحو تعامل طالبان، تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با توریسم و مواد مخدر را در افغانستان به بحث میگیره و سرلوحه همه این مباحث بحث حقوق بشر
و بازنگری پروسه امدادرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان خواهد بود. چون شما میدانید که با محدودیت هایی که طالبان بر سر راه امدادرسانی در افغانستان وضع کرده است، یک مقداری واکنش های سازمان ملل و کشورهای جهان داشته است و مبنی بر این که افغانستان یک کشوری است که با فقر مطلق دست و پنجه نرم میکند، مردمش به امدادهای بشری و بشردوستانه نیازی مبرم دارد. بنابراین چگونه میشود این پروسه امدادرسانی را هم در صورت همکاری طالبان و هم در صورت عدم همکاری طالبان و مردم افغانستان رسان خیلی تشکر انجام آقای داد؟ جویا. بنابراین روی این چند نکته مهم بر اینجا بحث خواهد کرد و محور بحث چون دوها نقش مهمی در قضای افغانستان دارم به دلیل انتخاب شد. فکر میکنید که یک نتیجه خوبی این نشست در پی داشته باشه؟ خب برمیگرده به برایند این نشست، در واقع توافقی که نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست با همدیگر انجام میدهد و اینکه چقدر این نمایندگان کشورهای مختلف در پای این تعهدات خود میماند و چه تصامیم مهمی را در مورد اوضاع افغانستان و طالبان میگیرد، این برمیگردد به این مهم. ولی ما خوشبین هستیم، به این دلیل استقبال میکنیم، چون هر نشستی که در هر کشوری که هم برگزار شود و هدفش هم حل مسائل افغانستان باشد، رسیدگی به اوضاع حقوق بشری در افغانستان باشد، بازنگری پروسه امدادرسانی در افغانستان باشد و افغانستان را از انزوایی که متاسفانه در این دو سال با حاکم بود برهانه، ما از این نشست استقبال میکنیم و امیدوار هم به این هستیم که کشورها به این درگی مهم رسیده باشد که اوضاع افغانستان اوضاع حاد است، مردم افغانستان با وضعیت بد دست و پنجه نرم میکنه، امروز فقر، ناداری، فرار از مرزها و مهاجرت در کشور به قوی وجود دارد، اختلافات سیاسی به سطح بسیار بالایی رسیده است، نارضایت های اجتماعی بسیار شدید هست، اعتراضات به نحو خیلی تشکر آقای جویا، ممنون شما. سرکوب میشه، رهان خیلی وجود ندارد. بنابراین اوضاع افغانستان اوضاع حاد است و ما امیدواریم که سازمان ملل متحد و کشورهایی که در اینجا جمع شده بتوانه به یک توافق نظر واحد برسه و تعهدات را که انجام میدهد در پای اون تعهدات بماند و اقدامات عملی در رابطه با اوضاع افغانستان باشد. تشکر آقای جویا، ممنون شما. آقای محسینی، خوشبینی شما چگونه هست؟ چی اندازه امیدوار هستین که در این نشست به خواستهای مردم افغانستان به گونه واقعی حرمت گذاشته شود و به گونه جدی پیگیری شود؟ ما هم اما قسمی که جناب آقای جویا اشاره کردن که تا حدود خوشبین هستم، به این دلیل که جامعه جهانی هم به این باور و این نتیجه رسیده است که زمان ما میتونیم در افغانستان روی مسائل سیاسی افغانستان کار کنیم که به یک اجماع نظر و اتحاد نظر بین تمام کشورهای ضد دخل در سیاست افغانستان، خصوصا ملل متحد که به عنوان یک نهاد رسمی در سطح جهان کار میکنه، به این باور به اتحاد نظر برسه. از طرف دیگر امارت اسلامی هم به این باور رسیده، چنانچه که اینا از سازمان ملل متحد خواستن که بحث رسمیت شناسی را روی میز گفتگو قرار بدهد و همچنین تعامل با حکومت افغانستان داشته باشد، من فکر میکنم تا حدود که دیدگاه های همدیگر به این نتیجه رسیده که بدون تعامل نمیتواند نه افغانستان و نه جامعه جهانی به یک سیاست کلی برسه. از طرف دیگر اگر ما بحث کنیم از لحاظ نیازهای جامعه افغانستان و نیازهایی که در سطح منطقه و جهان هستند، ببینید امروز نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای سیاسی همه کشورها به همدیگر ارتباط دارد. هیچ کشوری نمیتواند در یک انزوای سیاسی به اهداف بلند و استراتژی خود برسه. ما به لحاظ اقتصادی اگر بحث کنیم، کشورها ارتباط مستحکم داره. به لحاظ امنیتی اگر افغانستان خدای نخواسته به اصطلاح از لحاظ امنیتی به یک حالت قرار بگیره که در اینجا
تروریسم بین الملل جا بگیره، من فکر میکنم که کشورهای مختلف آسیب میبینه. از طرف دیگر اگر افغانستان در یک انزوای سیاسی قرار بگیره و مردم افغانستان روز به روز به طرف فقر و بدبختی حرکت کنه، ما میبینیم که همه آسیب میگذاره به کشورهای دیگر. همونطوری که ما در این سالهای اخیر شاهد بودیم، سیلاسای مهاجرت در کشورهای مختلف نه تنها برای افغانستان یک چالش بده، بلکه برای کشورهای مختلف یک چالش بده. عین همین مسئله بحث فقری که در افغانستان هستند، بنابراین نیازهایی که در افغانستان هستند و نیازهایی که در سطح منطقه و جهان هستند، اینا به این نتیجه میرساند که باید یک راه گفتگو و تعامل پیدا شود با افغانستان. و از طرف دیگر امارت اسلامی هم باید به این نتیجه برسد تا زمانی که یک بازنگری در سیاست افغانستان صورت نگیره و ما یک مطالعه دقیق در آسیب ها و مشکلاتی که در سیاست افغانستان در طول تاریخ افغانستان بوده، که عبارت از نبود توزیع فرصت ها، توزیع منابع قدرت و تشکیل حکومت هم شمول و امثال اینها در افغانستان نرود، این مشکلات حل نخواهد شد. بنابراین راهکاری هستند که اول حکومت افغانستان بیاید در داخل افغانستان یک سلسله مشکلات را حل کنه و از طرف دیگر جامعه جهانی هم یک سلسله واقعیت هایی که در درون افغانستان هست درک کنه تا بتونیم به یک نتیجه مطلوب برسیم. تشکر. با در نظر داشتین مسائلی که شما ذکر کردین، نسبت به این نشست خوشبین هستین؟ دقیقاً، من به این نشست و تمام نشست هایی که در سطح منطقه و جهان برگزار میشه خوشبین هستم و از امارت اسلامی هم میخواهم که به عنوان حاکم افغانستان از این جلسات و کنفرانس ها استفاده مطلوب و مرغوب در راستای پیشبرد سیاست افغانستان بنماید. خیلی ممنون آقای محسنی. آقای جویا، پیش بینی های شما چگونه است؟ چه تصمیمی در این نشست در مورد افغانستان گرفته خواهد شد؟ بهتر نمیشه که پیشبینی خیلی دقیق و مشخصی از این نشست داشت، به خاطر اینکه این نشست در پشت درهای بسته برگزار شده است و به جز نمایندگان خاص کشورها دیگر کسی دسترسی به آنچه که در میز نشست ها میگذرد ندارد. ولی میشود از لابلای مباحثی که وجود دارد به چند نکته مهم اشاره کرد. اول اینکه سازمان ملل متحد و کشورهایی که به نحوی در این جلسه حضور دارد و در مسائل افغانستان خودشان را زینف میبینند و یک تصمیم نسبتا واحدی در قبال مسائل افغانستان میرسند. و دوم نکته اینکه سازمان ملل متحد قطعا یک تعداد تصامیم جدیدی را که در قسمت امداد رسانی و مردم افغانستان و بازنگری پالیسی هایی که در رابطه با امداد در افغانستان داره را پیشکش خواهد کرد و در گام های بعدی این تصامیم و این اقداماتی که در قسمت امداد رسانی، نظارت بر امدادهای بین المللی و اینکه این همه هزینه و پولی که در داخل افغانستان می آید آیا به مستحقین می رسد نمی رسد، چگونه توزیع می شود، امکان نظارتش هست نیست، طالب ها چقدر محدودیت وضع می کند، آیا زنان را اجازه می دهد که دوباره بیاید در رسیدن به امدادها همکار با مردان در افغانستان کار بکند، و شاید یکی از تصامیم این باشد که پروسه امداد رسانی اضطراری را اینا به یک نحوی در صورتی که طالب ها از عدم کار زنان در موقع به این پروسه تن ندهد شاید به دست بگیرند. از جانب دیگر هم نگرانی های امنیتی شاید به یک توافق در این هم برسد، چون ما می‌بینیم که گزارش های متعدد در مورد اوضاع افغانستان وجود دارد، رشد داعش وجود دارد، گروه های القاعده وجود دارند در داخل افغانستان. بنابراین روسیه، پاکستان، عربستان، ژاپن، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری های شانگهای و کشورهای همسایه افغانستان مثل ازبکستان، قزاقستان قطعا اینا نگرانی هایی دارند. اینا به تصمیم نسبتا واحدی در باره مسائل امنیتی هم دست پیدا خواهد کرد و همچنان گزارش هایی که از رشد مواد مخدر، کشت و قاچاق مواد مخدر از ناحیه افغانستان و سایر نقاط جهان هست، در این رابطه هم تصمیم اتخاذ خواهد شد. و مهمتر از همه در رابطه با مسائل زنان و عملی سازی قطعنامه سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد هم چیزهای انجام خواهد شد
و ما امیدوار هستیم که طالبان یک مقداری انعطاف نشان بدهد، وضعیت موجود در جامعه افغانستان را درک کند و نگذارد یک بار دیگر افغانستان به یک انزوای دیگری فرو برود. یک مقداری از تصمیم خیلی تشکر آقای اعتماد خود باید با کشورهای منطقه و مخالفین سیاسی باز کند. ممنون شما آقای جویا، تشکر. آقای محسینی، با در نظر داشت این که این نشست قسمی که آقای جویا اشاره کردن پشت دروازه های بسته برگزار شده و با در نظر داشت صحبت های آمینه محمد معاون سازمان ملل متحد که چند پیش در رابطه به هدف برگزاری این نشست ذکر کرد، چقدر احتمال دارد که در این نشست روی بر رسم شناسی امارت اسلامی هم صحبت شود؟ ببینید، با توجه به یک سلسله ارزش هایی که در عرصه بین الملل هستند، من فکر میکنم بحث رسمیت شناسی حکومت افغانستان در میز گفتگو قرار نمیگیرد، چنانچه برخی کشورها هم اشاره کرده به این موضوع، از جمله ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی تاثیرگذاری بیشتری در این موضوع داره، صریحا اعلان کرده که در میز گفتگو قرار نمیگیره. و از طرف دیگر همون قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم، یک سلسله ارزش های در عرصه بین الملل هستند. بحث حاکمیت قانون یکی از ارزش ها هستند، بحث حکومت همشمول یکی از ارزش ها هستند، بحث حقوق زنان به عنوان یکی از ارزش های هستند که در کنوانسیون های مختلف بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی منشور ملل متحد این بحث ها مطرح شده است. من فکر میکنم که امارت اسلامی تا زمانی که یک سلسله ارزش هایی را که در عرصه بین الملل هست در سیاست های خود در نظر نگیره، بحث رسمیت شناسی افغانستان با در عرصه بین الملل مشکلش باقی میمانه. بنابراین رای حل یه هستن که امارت اسلامی از اون جایی که عضو جامعه جهانی هستند، افغانستان نمیتواند بریده از جهان باشد، از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد باشد، از کنفرانس های مهم جامعه جهانی محروم باشد، وزیر خارجه در جلسات مهم کشورها دعوت نشود، باید یک سلسله ارزش ها را بپذیره. از او جایی که افغانستان نیاز بیشتر به تعامل با جهان داره، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی باید تعامل کنه. از جامعه جهانی کرده افغانستان نیازمندی بیشتر داره. بنابراین ما باید ارزش هایی که در عرصه بین الملل هستن بپذیریم. تا زمانی که ارزش ها را نپذیریم، فکر میکنم که این بحث ها و این مشکلات باقی میمانه. از طرف دیگر رسمیت شناسی کشورها معمولا بر اساس منافع یک سلسله کشورها هم مطرح هستند. تعامل فعلا مثلا کشورهای مختلف، چین، روسیه، ایران، پاکستان و بعضی کشورهای دیگر تعامل داره، تعامل اقتصادی داره، سیاسی داره، ولی برای اینکه افغانستان تعامل رسمی داشته باشد ضرورت به این مسائل هستند. بسیار خب، با در نظر داشته این مسائلی که شما ذکر کردین تا کنون تحقق نیافته در افغانستان، ارزش هایی که ازش نام بردین، با توجه به این مسائل چقدر برایند این نشست میتونه روی وضعیت نامطلوب سیاسی در افغانستان تاثیر بگذاره؟ یعنی چقدر احتمال داره که برایند نشست وضعیت سیاسی رو در افغانستان تغییر بده؟ ببینید، برایند جلسه دوحه مربوط می شود به اراده قاطع اشتراک کنندگان جلسه، در رأس سازمان ملل متحد. اگر اراده قاطع نباشد، فقط در قالب یک اعلامیه باقی بماند، من فکر میکنم همانند جلسات قبل ازی هستند، جلسات مختلف بعد از تحولات سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف برگزار شدند که بیشتر حالت توصیه داشتند، بیشتر حالت که در قالب یک اعلامیه باقی ماندند. اما از طرف دیگر خیلی از مسائل برمیگردد به سیاستهای خود حکومت افغانستان. جامعه جهانی نمیتواند که بر افغانستان تحمیل کند که حتما شما این کار را انجام بدهید.
اما از طرف دیگر امارت اسلامی و نظام حاکم افغانستان باید به خاطر منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی افغانستان بیاید بسترهای تعامل با جهان را فراهم کند. افغانستان در یک انزوای سیاسی نمیتواند به اهداف بلند و استراتژی خود برسد. ما فراتر بدون اینکه فشار جامعه جهانی باشد به یک سلسله موضوعاتی که پیشتر هم اشاره کردم ما نیاز داریم. و بدون اینکه جامعه جهانی سازمان ملل متحد ما را فشار بیاره که شما اعلامیه جهانی حقوق بشر را تطبیق کنید، حقوق بشر را رعایت کنید، ما باید رعایت کنیم. حق کار یکی از موضوعات حقوق بشری هستند، هم در مسائل دینی ما مطرح هستند و هم در اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی. بحث امنیت، زمینه سازی برای فرصت های کاری برای زنان و امثال اینها، اینا موضوعات هستند که حتی از لحاظ دینی هم ما مشکل نداریم. بنابر این امارت اسلامی باید این بسترها را فراهم کنند. ممنون شما آقای محسنی. آقای جویا، علاوه بر خوشبینی ها و امیدواری ها، نگرانی ها چی است؟ چقدر احتمال دارد که این نشست هم مانند نشست های قبلی بی تأثیر باشه و بی نتیجه پایان یابد، قسمی که آقای محسن اشاره کردن؟ خب یکی از نگرانی های کلان این است که چرا نشست هایی که همواره در مورد افغانستان برگزار می شود به اون نتایج مطلوب نمی رسد و چرا این نشست ها نمی تواند اوضاعی افغانستان رو به یک نحوی متحول بسازد. ولی نکته ای که وجود دارد و باوری من این است، این تا چگونه بعد از برگزاری مورد تعقیب، پیگرد و نظارت قرار می گیرد. یعنی مواردی که در نشست ها تصویب می شود، تعهد می شود، آیا مکانیزم رسمی برای پیگیری این موارد متعهد شده هم وجود دارد، شکل می گیرد یا نه؟ ولی ما امیدوار بر این هستیم که سازمان ملل متحد به عنوان یگانه مرجع قدرتمند در جهان یک سیستم نظارتی و پیگیری را هم در رابط نشست هایی که انجام می دهد باید به وجود بیاورد و اعمال بکند، گرچند اینا نماینده ویژه هم برگزیده در رابطه با مسائل افغانستان گزارش های تحلیل خواهد کرد. ولی قطعا کار با گزارش اینها قابل حل خیلی نیست، ولی تغییر شاید تغییرات را به وجود بیارد. ولی اگر مکانیزم نظارتی و پیگیری مشخصی در نشست ها هم ایجاد شود و چیزهایی که در داخل نشست ها بهش توافق می شود پیگیری شود، قطعا که اوضاع تغییر میکند، نشست بدون دستاورد نخواهد بود. بنابراین سازمان ملل متحد هم ارزیابی من این است و این درک رسیده که اوضاع افغانستان نباید بیشتر از این وخیم شود و مردم افغانستان نباید بیشتر از این با فقر و با مهاجرت و با انزوا دست و پنجه نرم بکند. بنابراین با این ارزیابی می شود این نکته مهم را اشاره کرد که این نشست شاید بتواند یک دریچه نسبتاً متعامل را در مورد تعامل با طالبان دریچه کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد باز کند. مشکل افغانستان با رسمیت شناخته طالبان قابل حل نیست. بنابراین تلاش برای پیدا کردن راه حل های بنیادی و اساسی مسائل افغانستان شود، دولت به شکل بگیرد، نظام سیاسی باید به شکل تعریف شود که بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد، مردم خود را در اون ببیند، مکانیزمی تعریف شود که در اون قدرت توسط مردم در واقع به وجود بیاید. بنابراین ما خوشبین به این هستیم که سازمان ملل متحد و کشورهای که در نشست حضور داره علارغم این منافع خود را لحاظ میکنه، یک مقداری به مسائل بنیادی و ریشه‌ای در افغانستان هم توجه داشته باشد. خیلی تشکر. گرچند چون افغانستان کاملا فعلا انزوا هست، از طالبان دعوت نشده، کنشگران سیاسی که مخالف طالبان هست حضور ندارند، نمایندگی افغانستان در سازمان ملل هم خیلی در جریان نیست. بنابراین این تصمیم تا حدودی موضع کشورها را نشان میده و ما امیدوار هستیم که این نشست متفاوت تر از سایر نشست. تشکر آقای جویا. به صورت کوتاه اگر پاسخ ارائه کنین و تعامل اشاره کردین، بدون به رسمی شناختن امارت اسلامی آیا این تعامل امکان دارد؟ اولا این یک موضوع پیچیده است.
سوالتان مهم هست. این یک موضوع پیچیده هست، یعنی نمیشه به کلی آدم یک نظر بسیار قاطعی راجع به این مسئله اشاره بکنه که حتما تعامل باید و منجر به رسمیت شناسی شود و رسمیت شناسی تعامل را در واقع شکل بدهد. اما راه های دیگه هم وجود دارد که میشود با اتکای به اون راه ها و مسائل بنیادی تری در افغانستان در واقع پرداخت. شما الان ببینید که یک بخش بزرگی از مردم افغانستان در خارج از افغانستان به سر میبرد، یک مقداری از مردم در داخل افغانستان رضایت ندارد از سیاست و سیاست های طالبان معترض است، مخصوصا زنان افغانستان اعتراضاتشان بیشتر است. بنابراین برای اینکه ما بتوانیم مشکل افغانستان را حل کنیم، میشود به موارد دیگه هم ما اتکای نظر داشته باشیم که او مهمترین بحثش در نشست شاید همون بحثی بازنگری پروسه امداد رسانی باشد و اینکه زنان افغانستان محدودیت هایش به کلی برداشته شود. یعنی تا زمانی که طالب ها به یک سلسله اصول نرم ها و قواعدی که به کشورهای منطقه سازمان ملل متحد تعریف میکنه و اینها جنبه عملی نپوشانه و اینا را اجرایی نسازه و تعهداتی که در دوحه و قبل از او انجام داده عمل نکنه و یک مقداری از انحصارگرایی دور نشود و خیلی تشکر آقای شوری. مردم شرک بود در سیاسی ندیه، قطعا که ممنون شما. قبول منجر به شناسی میشن و نه هم رسمیت شناسی منجر بود. خیلی تشکر آقای جویا، ممنون شما. آقای محسنی به صورت کوتاه اگر پاسخ بدین، چون وقت کم است، چه فکر میکنین؟ آیا برایند این نشست در مواردی که قابل ذکر است، مواردی که قابل بحث است در این نشست، اگر تصمیم اتخاذ شود در داخل افغانستان عملی خواهد شد فکر میکنید؟ من پیشتر اشاره کردم که یکی از مشکلاتی که در جلسات و کنفرانس های مختلف در سطح منطقه و جهان بوده یه بوده که فاصله بین گفتار و رفتار وجود داشته. هم از طرف اشتراک کننده ها و هم از طرف برگزار کنندگان جلسه که میزبانی جلسات رو میکرده و از طرف دیگر یک سلسله مشکلات هم در افغانستان بوده که این مشکلات باعث شده که افغانستان در تعامل خود با کشورها و سازمانهای بین‌المللی دچار مشکل باشد و در حالت انزوا قرار بگیره. بنابراین خواست ما هم از امارت اسلامی و هم از جامعه جهانی هستند که بیاید در قدم اول نیازها و مشکلات افغانستان را به صورت دقیق شناسایی کنه و بعد بر اساس شناسایی همون مشکلات یک سلسله طرح‌ها و موضوعات مهم را با امارت اسلامی که در حقیقت بازیگر اصلی سیاسی افغانستان هست مستقیما مورد گفتگو قرار بده و از طرف دیگر سیاسیون افغانستان و مردم افغانستان هم در این بحث ها شریک باشد تا بتونه یک راه حل منطقی و عقلانی برای مشکلات افغانستان پیدا نماید. خیلی تشکر. مهمانان گرامی آقای محمد باقر محسنی کارشناس مسائل سیاسی و آقای حکیم جویا فعال سیاسی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند، تشکر از هر دو مهمان و همینطور تشکر از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.